درود دوست من، وقتت بخیر باشه. بهزاد هستم، مدرس دورهای آفلاین تار و ستار. بنا به درخواست شما دوره رو ساختیم تحت عنوان دوره جادوی تکنیک ها. هنرجو همیشه دنبال تکنیک ها هستن، میخوان نوازندگیشون رو جذابتر و زیباتر کنن، اما به دلیل پراکندگی مطالب تکنیک ها در دستشون جا نمیگیره یا برای کوتاه مدت اونا رو یاد میگیرن و بعدا از دستش میدن. ما همه تکنیک ها رو به صورت منطقی از آسون به سخت صف دادیم برای شما و در تصنیف ها، اتود ها و قطعات جذاب انقدر استفاده کردیم و تکرار کردیم این تکنیک ها رو که چه بخواید چه نخواهید همه اونا جزی از کیفیت نوازندگی شما میشن. این دوره خیلی مفصل، حدود 100 ویدیو من ضبط کردم، پی دی افش رو تک به تک نوتاشو خود من نوشتم و خدمت شما ارائه میدم. دوره فوق العاده با ارزشیه. در اسلاید های بعد چند در واقع برش از این دوره رو خواهید دید. نمیشن در کپشن مشخصه، ره می فا می ره می ره بشنگوش داره، ره می فا می ره می فا می فا یه راست میخوره، بعد اینجا دور رو از چپ رو سول اجرا میشه، راست بعد از دور رو از چپ رو فا میفته، یعنی سولی که ما اتصال بهش دادیم سه تا مضراب داره، یه چپ یه راست یه چپ، راستت میاد نوته بعدش که فا، یعنی این تیکه اینجا گیر کار شماست که حالا بتونید این ریز اتصال یا ریز ناقص اتصال جذاب رو اجرا کنید. چرا میگم جذابی لازم گوشش کن؟ این یک تعداد مشخص داره، شانسی نیست. فا چپ راست چپ راست پس سول میشه چپ راست چپ دور و برنس، این راستی که بعدش میاد دور و برنس رو کامل میکنه و تبدیل میشه به دور یا دور و چپ یا همون ریز ناقص. مهم نیست اسمش چی بذاریم، مهم اینه که این مدل ریز اتصال ها رو کار انگوش گذاری میکنیم و میایم پایین. درسته؟ کسی میذارم ساده است، تریلار 4 تا 8 میذارم، میگه که سی رو انگوش بگیر، سی دور دو دو سی دو سی، این ساده درس. خب حالا غیر مهم تریل بزنیم، قبل از تریل ریز 4 تا بزن، سی دو 1 2 3 4 دو سی 1 2 3 4 دو. متوجه شدی؟ یعنی پی زمینه تریل رو شما به وجود بیار، سی دو ر ر ر دو دو سی دو 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 سی، بعد این ر ر ر ر چپا با نوت می میخوره، سی دو ر می ره می دو دو سی دو ر دو سی. خب و در نهایت تکیه ها در صورت بالا، در صورت بالا یه خورده اون فرم اشارهش ممکنه کم رنگ بشه و حالت خفه کردن در خودش بگیره که اینم طبیعیه. یعنی ابتدا ما باید با این شفافیت کارش کنیم و در ابتدا وقتی کارش کردیم در نهایت میخوره حالت کوبش آنی خودش رو میزنه، تت 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 یه خفگی ایجاد میکنه، استکاتو نیستا، ولی خب تکی در صورت بالا اون اشاره بودنش خوره کم رنگ تر میشه و یعنی در واقع داخلش کنی. بعد یه مثلا دو فا، فا رو که میگیری انگوش یکم رو رف رو بیار، دو می دو فا می ره دو سول فا می، ولی سول اگه دست نرسید میمونه اشکال نداره، میمونه رو کمی سول بیا مثلا در مقابل انگوش یکم در مقابل میکنه قرار بگیره، ایراد نداره. ولی خب در کل اگه دست کشیده سعی کن انگوش یکم رو میمونه بذاری. یه بار می اشاره ببینید، همه مضراب هم راست دیگه برای تار. این می یه کندن ستایی داره، یعنی می رو که مضراب زدیم سه بار کندن رو ادامه میدیم، یه بار خود می، یه بار ره، یه بار دیگه هم ره، یه بار می اشاره. ببینید هم کنده اشاره در هم ترکیب شده در این دست. ببینید آخرین می اشاره است، کنده نیست، متوجه شدی؟ در آن باید زده بشه بدون تعلل و بدون حرکت اضافه، یعنی می می کندن با انگشت 3، بعد ری کندن با انگشت 2، بعد با انگشت 2 میکوبی رو می. ببین صدا رو من واضح بگم برات. اوکی، حالا همین فرم دو تا کندن یه اشاره بده، همین فرم ریز اتصال در ریتم های کند اتفاق میفته. ببین ببین که دو 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 سول سول ریز گذاشتم و لا لا سول فا ما فا سول می، اینجا گیلسان رو به جلو عقبه، یعنی فا دورو بچه ها فا ما فا سول. ببین می فم گیلسان تو دو تا جهت حرکت کرد و چه قصه رو اینجا جذاب کرد. حالا پارت اولش رو با این کیفیت اجرا می‌کنم. پس دور بچه ها اتصال ها و گیلسان دو قطعه رو اومد از سادگی و بیمزگیش در شکر واقعا، چون اگه ما تون بخواییم ساده بزنم اینجا دور تقسیم زدم، یعنی بجای بزنم سول دو 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 میزنم سول. دور تقسیم یعنی چی؟ یعنی ما بجای دور رو روی یه نوت پخش کنیم بین سه نوت. پس ببین ما اینجا سول دو دو رو میتونیم یا دور بچپ بزنیم یا دور تقسیم، یک این دو. حالا اول دور بچپ ببین، حالا دوم دور تقسیمی که بین لا سی دو ملودی ها پخش میشه، هر کدوم از اینا رو بزنی جمله رو پرتر میکنه، یعنی اندازه بگیریم. حالا در نوتی که ما اینجا نوشتیم یک دو مضراب خورده و پشتش زینت هایی که دو هستن اون رو تبدیل کرده به راست ریز، یعنی دو چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست همینجوری ادامه پیدا میکنه تا نوت بعدی که ری هست. حالا راست ریز وقتی ادامه پیدا میکنه اگه بعدش نوتی باشه که اون ریزه میچسبه به نوت بعد، مثلا بعد راست ریز دو ری باشه، چه کار میکنیم؟ میزنیم ریزه رو میگیریم دو ری، نه اینکه ریزمون قد بشه، ریزمون امتداد پیدا میکنه تا به راست رسه. ملو فضای خالی رو پر میکنیم،
پس کمان ریز شد رضا، انجام کامل کمان و ریزی که خیلی آروم به اندازه ریتم کشیده میشه، نه بیشتر نه کمتر. ادامه مزرابی مساوی رو از شما میخوام. گفتم که قبل از اینکه مثال جدید رو برای شما بیارم، گفتم که ما یک اشاره ساده رو میتونیم تبدیلش کنیم به ریز اشاره. مثلا میزدیم که اینو با ریز اشاره زدم، اما چه اتفاقی در بین این ریز اشاراتی که ما اینجا داریم میفته؟ اینجا کامل برات روشن میکنم. همونجور که در نوتی که در کپشن آوردیم شما میبینید، نوت های نقطه دار با دو چنگ رو در اینجا ترکیب کردیم و میزنیم دوره می، یعنی ما نوت های نقطه دار رو مکس میکنیم کمی روش و کنارش واریاسیون اجرای دیگر این نوت رو، یعنی ریز اشارش رو اجرا میکنیم. یعنی به جای که بزنیم دوره میزنیم دوره، که نوت ره که نوت دوم هست، نوتی که بهش ملودی اول وصل میشه، با چپ صداش در میاد. یعنی در نگاه اینقدر دست به حالت کم تحرک و حرکت اضافهش هست شده باشه که یه صدای سر خوردن انگشت مثل گلیساندو در حتی اتو زدنت باشه. میخوام اقرار کنم در مورد این قضیه، دارم زیادی دعوا چربش میکنم که بدون چقدر حس کردن حرکت اضافه در تکنیک زدن و زیبایی نوازندگی شما تاثیر داره. مثلا نوازنده تار که فشار دستشون خیلی زیاد تر است، نگاه کن چقدر دستم حرکت کرد، دستم سر میخوره جدا نمیخواد بشه، میشنوی؟ اینشو چهار تا بذار سادهش کنم برات. دوراب آرنر که میدونی چیه، این راست اگه پشتش بیاد اسمش میشه ریز ناقص یا دوراب از چپ. اینو یادداشت کن چون خیلی بچا قاطیش میکنن. دوراب وارونی که راست بعدش میاد اسمش هست ریز ناقص یا دوراب از چپ، خیلی هم استفاده داره. یعنی شما هر خطی که بخوای اجرا کنی یا دوراب وارونی یا ریز ناقص داخل همه اتصال استفاده میشه، فوق العاده قطعات زیبا میکنه و اینقدرم هیدن نابیدا است که شما مثلا یک استاد از اول تا آخر قطعه رو میزنن پر از دوراب وارونی یا ریز ناقصه، شما نمیدونید که چه خبره، چون که خیلی زیپوسی و اجرا میشه. حالا من با ذکر دوراب از چپ می دوم ناله ره میتونیم روش ویبره بدیم، ناله نه چون جای برای ناله نداره. رو ره در مور دو اگه ویبره بدیم چی ناله بدیم چی میشه؟ اینو بزنم حتی بی‌معنی میشه، چون که فاصله ره تا میه بکار یه پرده کامله و ناله دادن بی‌معنیه. یه پرده نیم مصاحبه کنم ولی خب روی ره ناله ما نمیدیم. پس روی میه بکار داریم و سی بکار ناله در مور دو قبلا گفتیم. ببین چند کاری وقتی با چند تا ترکیب میشن، یعنی یه مزار میزنی سه بار دیگه میخوای پشت سرش چند کاری انجام بدی، باید جمع جورو داخل یک ضربه اجرا بشن و خیلی مساوی دست باشن. پس اول با سرعت کم تمرینش کن، بعدش سرعتش رو بالا که یه صدا بده. حالا منظورم بهت میگم لا بمول می بمول. ببین از اینجا شروع میشه، انگشت دور بذار رو سول 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 کندن فا کندن باز فا کندن. حرکت اضافه هنگام کنده کاری هم اول خیلی هست، یعنی مثلا دست کلی اینجوری بازی میکنه و در نهایت و در کمترین حالت حرکت خودش کنده کاری جوری زده بشه که حرکت اضافه حتی به چشم بیننده قابل دیدن باشه و تونستی مثل آب خوردن راستو خارج کنی، ذهنت آزاد میشه، ذهنت یک فضای دیگه درش خالی میشه که شما بتونی بپردازی به مفاهیم تکنیکی دیگه مثل دوران متحرکی که میخوام اینجا اضافه کنم. ببین فا خودش خشک و خالی انگار یه چیزی کم داره، یا حتی فا با دورا جذاب میشه، اما وقتی دوران متحرک یعنی رمی فا فا رمی ترکیبش میکنی قطعه خیلی پروپیمونتر و شیکتر میشه. دقت کردی؟ این فا با دوران متحرک معرفی شد، همه چیز تبدیل شدن به یک شوک. می‌زنیم سول یعنی با دور و بسر اینو پر می‌کنیم. نگفته نموند ما وقتی می‌خوام داخل یه گروه ترکیبی ساز بزنیم، چندین سازم هست، نیاز نیست همه تکنیکا رو که داخل ساز خودمون بیاریم، ولی در پلی در زمانی که ما می‌خوایم سولو تک نوازی کنیم این تکنیکا رو اگه به جای استفاده کنیم سازمون از خلوت بودن و حالا انگار یه چیزی کمه در میاد. دیدی که سازها نیاز دارن با هم ترکیب بشن، اما سازهای ایرانی اگه به اندازه کافی درشون تکنیک اجرا بشه جذابیت خودشون رو پیدا می‌کنن. ببین سول سیرو ریزناله دادم، گفتم ناله روی سیم زر از بالا پایین، روی سیم سفید از پایین به بالاست، چون که ما جا نداریم واقعا سیم زر رو به بالا انتقال بدیم و جذاب‌تر که فضای آزاد خودمون که رو به پایین رو اینجا رو پیدا کنیم. شما بمو که اضراب می‌زنیم دیگه، اگه سیم زر رو هول بدیم به سمت بم ایجاد گزگز کردن در سازمون می‌کنیم. پس سیم زر و بم ناله از بالا پایین، ولی سیم سفید از پایین به بالاست. حالا اگه ریز ناله شد یه خورده کار ریستر میشه، این رو باید ظریف‌تر تمرین کنید. یعنی یه مزراب راست ناله پایین، یه مزراب چپ سیم میاد سمت خودش پایین پایین بالا پایین بالا. ولی باز ادامهش بده اینجور بسرد ما یه تمرین بر تیریل داریم شکل. من میگم همه هنر رو گیمیدن تیریل بزنن، تکنیک تیریل رو اجرا کنن به خاطر طبیعت نگرد همین فرمول ساده است که من در نوازندگی میگم حضب اضافه حضب حرکت اضافه است. مثلا فکر کن فرق هنر رو که میتونه تیریل بزنه یا تیریل نمیتونه بزنه همین حرکت اضافه است، نه سرعته نه هیچی دیگه. خب و این حسیت حرکت اضافه
ممکنه ماها زمان بره ها، ولی باید آگاهانه همیشه وقتی میخوای تمرین کنی پشت ساز بشینی حواست باشه که این نکاتی رو که میگم رعایت کنی، کم 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 دستت برسه به این کیفیت در نوازندگی. اوکی، پس اتود یک رو همش با راه کردیم، دورا با تریل پیش زمینه هست که کمک کنه ما یک اتصال یا اشاره تمیز در نوازندگی داشته باشیم. همیشه اشارات و اتصالات در نوازندگی ما در ترکیب از مضراب زدن ما اتفاق میفته. یعنی برای مثال من میزنم، دیدی که هم یک هماهنگی بین دست چپ بود و هم یک هماهنگی بین دست راست. پس تمرینات شمارش محور قبل مثل تریل، مثل ریز اتصال، مثل دورا به شما کمک می‌کنه که ابتدا به یک شفافیت هم در انگوش گذاری و هم در مضراب برسید، بعدش به ریز اتصال رو به صورت مفصل کار کنیم. به عبارت دیگه شما باید تکلیف خودتون در مضراب زدن و انگوش گذاری با خودتون کامل مشخص بشه تا بتونید یک ریز اتصال رو به اندازه و منطقی بدید. همین چند تا تکنیک ساده رو که من این چند جلسه باهات کار کردم اگر به اندازه درست و سر جای خودش نرم و آروم اجرا بشه، تضمین می‌کنم که نوازندگی شما رو سطحش رو چندین برابر می‌بره بالا. فقط کافیه که در تصنیف‌ها و قطعاتی که نام آشنا هستن اونا رو کار کنی که در واقع در حافظه بلند مدت شما نقش ببنده و شما با اجرای روزانه آن تبدیلش کنید به یک دستاورد واقعی در نوازندگی خودتون. نوشتم مدل های اتصال تایپشون رو نوشتم براتون که در ابتدا مشخص شده از همون تکنیک اشاره است. امروز میخوام باهاتون کار کنم و بعدم داخل یه چند تصنیف آموزش بدم. ببین تکی خیلی اولا استفاده میشه، جو تکنیکای بسیار پرکاربرده و میتونی حالا بنا به سلیقه‌ای که داری در تمرین استفادهش کنی. اما فرق با اشاره چیه؟ سوالی که زیاد پرسیده میشه. ببین اشاره ها آزادانه با هر تمپویی که دلشون خواست میتونن اجرا بشن. برای مثال من میزنم، یعنی یه جایی مکس میکنیم، یه جایی سری میرم، یا اشاره از ره میرم به فا، یا از فا میرم به ره، یکی در میون اشاره رو میدم، یا با ریز. خب این موضوع در مورد تکی اصلا وجود نداره. تکی یک سری اشارات پشت سر هم با یه فاصله زمانی مساوی است، یعنی یا چنگن تت 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 یا دولا چنگن یا صدا چنگن، معمولا این شکلی هم. و بعد خود تکی هم که در یه زاویه نمیشه تدریس کرد موضوع رو، باید حتما این زاویه رو انتخاب کنیم مدرس برای تدریس مضراب، چون خیلی نکات در همین زاویه نهفته است. یعنی هنر به ساز میگیره دستش، از بالا به سازش نگاه میکنه، خب این تصویر رو میبره، چیز دیگه نمیبینه و میتونیم بهش بگیم که به چه صورت مضراب بزنه. یادم باشه بحث من سر صاف بودن این پشت دست هست، میخوام بگم که چرا نوازنده تار با پشت دستش صاف بشه، نگاه زاویه کنید دستم به این صورت نیست و یه انگشتم نیست مثلا بره بالا و اون هماهنگی پشت دست ایجاد کنه. پشت دست صاف، انگشت ها صف کشیده کنار هم، اول اینکه نکته که من در این طور میخوام بگم اینه که شما فواصل بلند رو مثل میره متصل رو حتما سولو با 4 بگیر، نیازی سولو با 3 بگیری، یا حتی اگه مثلا دوره میفا این فاره هم نتونستی با 3 بگیری، دیگه دست منقبض یا نمیرسه، حالا به دلیل آناتومی که داری هیچ ایرادی نداره، یعنی ضعف اصلا محسوب نمیشه، بیام رو با انگشت 4 بگیر. اینو میخوام بگم، حالا دوره تکنیکا شما تریل میخواید بزنید جای تریلتون نمیگیره، دقیقاً به خاطر همین که دارید از انگشت استفاده میکنید که اشتباه است، دارید زور میزنید. حالا نه تنها زور زدن روی انگشتش رو برای تکنیک زدن شما بده و دست رو نمیندازه، بلکه ایجاد انقباض میکنه و خراب میکنه نوازندگیتون. از این من این 4 تا اتود رو هم اول آوردم که این مسائل رو برای شما روشن کنم. میره دو، این ره وصل میشه به دو اما با دو راب از چپ، یعنی چپ راب چپ ره دو دست باز، این رو باید تمرین کنی، ره 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 دو چپ راب چپ راب. شاید برای که ذهن شما تشخیص بده این مابین چه اتفاقی میفته باید چند روز فقط بزنی ره 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 دو و راست آخری رو اکسن بدی، بعد این نوت دیگه حتما استفاده کن. بعد ببین توی سبک آموزش همیشه من به سمتی میرم، مثلا ابتدای آموزش که اون هرج مبتدی هستن به سمتی میرم که درس‌ها در حافظه‌شون بمونه. همین ماندگاری باعث میشه که تبدیل بشه به تکرار نوازندگی و تبدیل بشه فرمای فیزیکی. در نهایت هنرجویی که با درس‌های نام آشنا رشد میکنه، تغذیه میشه، خیلی از فرم‌ها بیشتر و غنی‌تر در دست جا میگیره تا اینکه بخوایم به زور حالا درس ردیفی بهش یاد بدیم. بله، درس توی بالاتر بعد از گذشت 2 سال 1 سال میتونید درس‌های تخصصی تر رو هم کار کنید که حفظ کردنشون کمی سخت‌تره. اما برای شروع کار بگم، ببین مثلا من داخل اتودی بهت میگم که تو دست حرکت اضافه داره، برای مثلا هنرجو اینجوری کار می‌کنه. ببین دستش خیلی بالا پایین میشه، میگم بابا شما می‌خوای انگوش گذاری کنید، کسی نباید ببینه که اصلا انگشتان شما حرکت میکنه، اینقدر باید به دست ساز نزدیک باشه، ولی خب هنر نمیتونه این کار انجام بده. چرا؟ دلیلش چیه؟ یعنی عضلات دستش میکنه که دستش بهش اجازه رو نمیده این کار کنه. چرا؟ چون که یه سری کارهایی که ما بهش گفتیم انجام بده نداده. من میگم به هنرجو میگم بابا شما باید روزانه حرکت کششی رو که من میگم هر روز انجامش بدید، ندید میمونه دستتون داخلش.